أركان الصلاة، أركان الصلاة 14. أركان النماز، أركان النماز 14 مورد هست. نعم، الأول القيام مع القدرة، لابد أن القادر على القيام أن يقوم في صلاة الفريضة ولا يصلي جالسا. اولین مورد از ارکان نماز ایستادن و قیام هست که در صورتی که فرد توانایی ایستادن داشته باشه نماز او جز با رعایت این رکن درست نخواهد بود. اما النافله صح ان يصلي جالسا لكن ياخذ نصف اجر القائم. و این در حکم نماز در رابطه با نماز فرض است، اما نماز نافله قیام و ایستادن رکن نیست و میتونه نشسته نماز رو ادا بکنه. نقول لاي انسان يستطيع على القيام لابد أن يقوم في صلاة الفريضة ولا بد، إلا إذا كان يأتي ألم شديد ولا أخشع في صلاته نقول له اجلس وصلي جالسا. کسی که توانایی ایستادن داشته باشه باید نماز فرض خودش رو حتما ایستاده بخونه، مگر اینکه معذوریتی داشته باشه و توان ایستادن رو نداشته باشه و درد و رنجی داشته باشه، که در این حالت به اون میگیم بنشین و نشسته نماز بخون. اذا كان يستطيع يقوم يعني مثلا ربع دقيقة مثلا ثواني نقول هذا الذي تستطيع في الفريضة لابد أن تقوم به، جاء الألم تجلس وهكذا. برای کسی که به عنوان مثال توانایی ایستادن یک ربع دقیقه رو داره یا هر مقداری که توانایی داره بهش میگیم که همین مقدار میسته و بعدش نشسته نمازش رو ادامه میده. تکبیرة الاحرام رکن الثانی، رکن دوم نماز تکبیر احرام هست. قراءة الفاتحة لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة وفي الصلاة السرية وفي الجهرية. و همچنین قراءت سوره فاتحه در همه رکعت ها نماز سری باشه یا جهری باشه. نعم، و الركوع و همچنین رکوع و اعتدال من الرکوع و همچنین اعتدال و ایستادن از رکوع و السجود على اعضاء السبعة و همچنین سجود و سجده کردن بر اعضای هفتگانه، الجلسة بین السجدتین نشستن بین دو سجده، ترتیب الارکان و رعایت ترتیب ارکان، و الطمأنینة فی الصلاة بأن لا ينقر الصلاة بسرعة و آرامش داشتن در نماز، نه اینکه مثل پرنده در نماز انگار نوک میزنه. نعم، و الاعتداء الرفع من السجود و همچنین اعتدال بعد از برخاستن از سجده. عندنا الرفع من السجود والجلسه بين السجدتين ركنين. و گفتیم که علاوه بر سجده دو تا سجده نشستن در بین دو سجده رو هم ذکر کردیم. و التشهد الاخير والجلوس له و همچنین آخرین تشهد و یعنی خوندن تشهد و نشستن برای تشهد. والصلاه الابراهيميه على النبي عليه الصلاه والسلام و صلوات بر رسول خدا عليه الصلاه والسلام با روش و درودی که به درود ابراهیمی مشهور هست. والتسليمه و همچنین دو سلام. والله اعلم.